درود بر شما. 27 مرداد ماه 1402 خورشیدی و 18 اوت 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به ذات جمهوری اسلامی میپردازیم، به دروغ به عنوان ساختار تبلیغات و خبررسانی مثلا و حتی سیاست گذاری این حکومت، از جنایت شاهچراغ شیراز تا ماجرای میلیاردها دلار آزاد شده در برابر آزادی 5 گروگان آمریکایی در ایران، در زندانهای ایران، تا راندخاران پشت پرده. پرده آخرم آخر برنامه. یکم بیش از یک ماه پیش از این، در 17 تیر ماه 1402، دو متهم حمله، در واقع درست یه ماه پیش، دو متهم حمله تروریستی پارسال به شاهچراغ شیراز رو در ملأ عام اعدام کردن و همون شیوه بربریت خودشون. دو روز قبلش، یعنی 15 تیر ماه، قوه قضاییه اعلام کرده بود که با طی شدن کلیه مراحل قانونی این حکم به زودی اجرا خواهد شد. کلیه مراحل قانونی در دو روز طی شد، از 15 تا 17 اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام این دو زندانی از جامعه جهانی خواست تا هر چه در توان دارند برای توقف ماشین اعدام در ایران به کار بندند. این سازمان تأکید کرده که هیچ پیشینه ای از متهمان اعدام شده در پرونده شاهچراغ منتشر نشده و محاکمه آنان در روندی غیر شفاف بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری انجام شده است. ببینید، من نمیخوام برگردم به حمله تروریستی آبان 1401 به شاهچراغ، چون معزه کافی و به موقعش در اون باره خبررسانی شد. فقط محض یادآوری چند نکته رو اجازه بدین که عرض کنم. یک، حمله 4 آبان 1401 درست در 40 کشته شدن مهسا امینی انجام شد، زمانی که جنبش پرشور اعتراضی جوانان سراسری شده بود و حکومت مستاصل. دو، بلک ریوارد، بولتنهای محرمانه خبرگزاری سپاه، خبرگزاری فارس رو هک کرد که بر طبق بولتنهای سری فاش شده، جمهوری اسلامی پیش از حمله به شاهچراغ از وقوع آن با خبر بوده اما برای جلوگیری از آن قدمی بر نداشته است. سوم، داعش در رسانه خبری خودش، کانال اعماق، مسئولیت اون حمله تروریستی پارسال رو به عهده گرفت همون موقع، و گیرم همان کافی بود که بگوییم عملیات داعش ربطی به انقلاب مهسا نداشت. داعش کاری به انقلاب مهسا نداشت. اون بعد از شکستهایی که خورده بود، یکی از عملیاتی که طبق تحلیل‌هایی که صاحب نظران در پیوند با جنبش‌های تروریستی، حرکت‌های تروریستی، جنبش که چرز کنم، سازمان‌های تروریستی و این فرقه‌ها مثل داعش و اینها دارند، یکیش این است که بعد از در واقع نزدیک به فروپاشی داعش، این عملیات در داخل ایران علیه رافضی ها، به قول خودشون شیعیان که همه محدور و دم هستند، در حرم شاهچراغ شیراز مثلا یک خودنمایی بود برای افرادشون، برای دیگران که بگن ما هستیم. خب خیلی خوب، ربطی هم به طور طبیعی و بدیهی به اعتراضات سراسری مردم ایران نداشت، ولی اطلاع داشتن سپاه و جلوگیری نکردن از اون عملیات به انقلاب مهسا مربوط بود و این با سابقه ای که از جمهوری اسلامی میدونیم بدیهی و طبیعی این حکومته. از سینومرکس در سال 57 تا عملیات تروریستی در حرم امام رضا در سال 73 تا ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال 98 و غیره و غیره، همه این جنایت ها وسیله ای بوده است، برنامه ریزی شده و انجام شده به دست جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدف سیاسی نامربوط به اون جنایت. اینایی که من گفتم دیگه ثابت شده، دیگه تحلیل نمیخواد، من گمان زنی نیست، نمیدونم، اینا دیگه ثابت شده دیگه. این ستا که گفتم خودشون هم اعتراف کردن، رکس، حرم امام رضا سال 73، هواپیمای اوکراین سال 98. خب جلوگیری نکردن از عملیات تروریستی پارسال شاهچراغ
سوء استفاده سیاسی برای جلب ترحم بین المللی، بسیج حزب الله یا در داخل و عقب راندن جنبش انقلابی مهسا، اینا میتونه نتیجهش باشه که البته موفق نشد. هیچ وقت جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف سیاسیش از این طریقا موفق نشده. همیشه این جنایتاش لو رفته. پارسال اول گفتن تروریست تبعه تاجیکستانه، بعد گفتن افغانستانه، بعد گفتن اسرائیل پشت حمله تروریستی بوده، بعد گفتن اصلا فرمانده عملیات تبعه جمهوری آذربایجانه که هنگام فرار از کشور دستگیر شد. یکی از اون بخت برگشته ها را موردن جلو دوربین سیمای آقایون، اعتراف اجباری ازش گرفتن که نمیدونم واقعا بگم مسخره ترین، دردناک ترین قسمتش ربط دادن داعش بود به انقلاب مهسا که اون حمله در 40 کشته شدن مهسا انجام شده بود. سو اسپادر آقاشون جمهوری اسلامی میخواست بکنه، ربطش دادن به جمهوری اسلامی. بدون بحران سازی هویت نداشته و ندارد در داخل و در خارج. هر بحرانی بنا به مصلحت وقت و حفظ نظام. الان هم کمتر از 1 ماه به سالگشت اعتراضات سراسری 1401 مونده. اعتراضایی که حالا به اسم جنبش انقلابی، انقلاب مهسا، نخستین تحول انقلابی فرهنگی در ایران و غیره و غیره نام گرفته. درباره انقلاب مهسا بذاریم به وقتش، برنامه مستقل خواهیم داشت. آنچه امشب و اینجا مورد نظر بنده است این است که عواملی است که احتمال بحرانسازی عمدی جمهوری اسلامی رو در آستانه سالگشت انقلاب مهسا تقویت میکنه. این جنبش سراسری انقدر نیرومند و ریشه داره که حکومت از همون 1-2 ماه اول شکل گیریش سال 1401 سعی کرد با بحرانسازی افکار عمومی رو منحرف کنه و آتش اون جنبش انقلابی مهسا رو سرد کنه. همزمان با حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز در 40 کشته شدن مهسا، روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه تا مرز خطر درگیری نظامی پیش رفت. در واقع حکومت اون وضع رو تا مرز خطر درگیری پیش برد تا شاید مردم توجهشون از اعتراضات داخلی منحرف بشه و ناسیونالیسم ایرانی، دفاع از وطن، دفاع از ایران، اینا به کمک حکومت اسلامی بیاد. این تجربه رو قبلا کرده دیگه در جنگ ایران و عراق. چند روز بعد از حمله به شاهچراغ، پارسال رو عرض میکنم، درست 2 ماه از کشته شدن ژینا امینی گذشته بود، حکومت ناتوان از جمع کردن خشم و اسیان مردم از خیابون، تبلیغ روی احساسات مذهبی مردم در پیوند با شاهچراغ هم جواب نداده بود. آماده ترین فضایی که میشد دوربرش بحران ساخت به دلیل زمینه‌ای که داشت جمهوری آذربایجان بود. ببینین 28 آبان 1401 سایت دیپلماسی ایرانی مطلبی منتشر کرد که بلافاصله در بسیاری از رسانه‌های حکومتی بازنشر شد. همشون زدن. یکی از براتون میخونم. ای کاش آقایان یک بار زور بازویشان را خرج باکو کنند و کوتوله متوهم باکو را سر جایش بنشانند. شک نکنید فتنه علیف که بخشی از سرزمین‌های تاریخی ایران را اشغال کرده با یک بار برخورد قاطع برای همیشه تمام می شود. پس از آن باید با کمک حسینیون، تالش ها، لزگی ها، تات ها و سایر شیعیان مظلوم آذربایجان هویت جعلی را که برای مردمان این دیار تراشیده شده اصلاح کرد و باکو را به متحد وفادار ایران مبدل کرد، مشابه همان کاری که در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن انجام شد. از قبلش هم که گفته بودن تروریست از باکو اومده شاچرا. در بیش از 1 سال گذشته مخصوصاً مناسبات جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران شکرابتر از گذشته بوده. به دلیل دلایل متعدد، دوستی جمهوری آذربایجان با اسرائیل، به دلیل فرافکنی ناتوانی جمهوری اسلامی در حل بحران‌های داخلی و مشکلات داخلی به خارج از مرزهای ایران، این زمینه بوده دیگه اومدن. اصلا ببینید من میخوام یه نتیجه بگیرم، خبررسانی برای جمهوری اسلامی معنی نداره. روزنامه‌نگاری که داخل دارن کار میکنن
همکاران بنده میدونن من چی میگم که چقدر و چند بار متن خبر رو از وزارت خارجه یا وزارت اطلاعات دادن دستشون تا این آنچه دیکته شده منتشر کنن. حالا یک ماه پیش اعدام دو نفر متهمان حمله پارسال و یک شنبه پیش حمله مسلحانه دوم به شاه چراغ. حالا چرا بازم شاه چراغ؟ نمیدونم، شاید چون اهمیت مذهبی و تقدسیش برای مسئولان حکومت به اندازه مثلا امام رضا که یه بار توش بمب منفجر کردن، یا به اندازه مثلا حضرت معصومه قم، یا شاید مثلا عبدالعظیم نیست، حالا نمیدونم، برای توافقی رسیدن، چه میدونم، های کار خودشون باشه. یک ماه پیش دو نفر رو در پیوند با حمله پارسال به شاه چراغ اعدام میکنن تا بعد از حمله دوم بگن داعش خواست انتقام اعدام افرادش رو بگیره. گرفتین چی شد؟ یعنی حمله دوم که کار داعش بوده به قول خودشون، حالا خواهم گفت، به این دلیل بوده که داعش خواسته انتقام بگیره که ما دو تا عضوش رو یه ما پیش اعدام کردیم، بعد همون شاه چراغ رو دوباره زده بعد از حمله دوم به شاه چراغ. اما آیا خبری از داعش هست؟ نیست. پس اینا چی میگن؟ میگن به نقل از بی بی سی داعش مسئولیت حمله تروریستی را بر عهده گرفت. میبینین دیگه، این گزارشی بود که شاید دیده باشین، سیمای آقایون داشت پخش میکرد، اونجا هم نوشته بی بی سی دو نقطه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حالا میگم این داستان حمله امسال به شاه چراغ درست یک ماه پیش از سالگشت حمله گشت ارشاد به مهسا امینی و ضربه مغزی به او انجام شد. مهسا رو 22 شهریور 1401 گشت ارشادشون برد و همون روز به کما رفت و 25 شهریور درگذشت. حکومت پنهان نمی‌کنه که خودشو الان آماده کرده برای خیزش سراسری احتمالی دیگری در سالگشت کشته شدن مهسا امینی. ادامه انقلاب زن، زندگی آزادی. از یه طرف هم با طالبان مشکل داره. طالبانی که هفته پیش مشکل پیدا کرده خیلی زیاد. طالبانی که هفته پیش خبر بسیج کردن چند هزار فریب خورده انتحاری رو برای مقابله با جمهوری اسلامی خدمتتون عرض کردم تو گزارشم. از یه طرف با طالبان مشکل داره، یه طرف با مردم بلوچستان خودمون مشکل داره که به دلیل تحقیر و فقر و تبعیض با حکومت، با این حکومت به هیچ وجه کنار نمیان، هر هفته هم تو خیابونن. بگیر و بندای حکومت رو تو سیستان بلوچستان داریم میبینیم دیگه و اعدام ها. از طرف دیگه سالگشت انقلاب مهسا نزدیکه. در این اوضاع فلاکت زده معیشت و کمبود سوخت و برق و رسوایی‌های اخلاقی مدیران حکومت هیچی قابل پیشبینی نیست با توجه به عواملی که عرض کردم. بنابراین حکومت مثلا سعی میکنه رو مخ مردم کار کنه به شیوه خودش. البته سال 57 سینما رکس آتیش زدن تا بگن ساواک این کار کرد. 30 خرداد 73 تو حرم امام رضا بمب منفجر کردن تا علیه مجاهدین خلق تبلیغ کنن و عده از روحانیون سنی رو که به تخریب مسجد فیض مشهد و کشتار مسجد مکی زاهدان معترض بودن بازداشت کنن که کردن. دی 98 هواپیمای اوکراینی رو زدن تا بگن آمریکا زده. خب این حکومت چرا الان نخواد یکی دو تا آدم بدبخت و قربانی این نقشه های جنایتکارانه بکنه با توجه به وضعیت بسیار لغزانش امروز؟ یک شنبه ساعت حدود 7 شب یک مرد مسلح به سلاح جنگی با تیراندازی دیوانه وار وارد حرم شاه چراغ شد، یکی رو کشت، عده‌ای رو زخمی کرد که یکشون بعداً در بیمارستان درگذشت. دیوانه تروریست اونجوری که فیلم‌ها رو نشون دادن دستگیر شد. بعدش خب همه چششون به خبرهای رسمی مسئولان حکومت بوده دیگه که چی شد؟ چه اتفاقی بود افتاد؟ مسئولین زود تو هر جا تو هر دکوره میان خبر میدن دیگه، میگن آقا اینجوری شد فلان شد فلان شد. اول جمهوری اسلامی در جا اومد گفت
عامل حمله تروریستی شاهچراغ تکفیری بود. از کجا میدونیم؟ به گفته معاون استاندار فارس، یک عامل تکفیری در حادثه تروریستی عصر روز یک شنبه در حرم مطهر شاهچراغ نقش داشته است. معاون استانداری فارس تأکید کرد که مردم اخبار موثق و درست را از طریق رسانه‌های رسمی دنبال کنند و به اخبار جعلی شبکه‌های مجازی توجه نکنند. چش، شما راست میگید. به اخبار جعلی شبکه‌های مجازی توجه نمی‌کنید. شما کجا می‌دونید تکفیری بود این تروریست تو همون لحظه اول که گرفتینش؟ جمهوری اسلامی به داعش میگه تکفیری دیگه. شبکه خبر در پی انجام حمله تروریستی شاهچراغ در زیرنویسی به نقل از بی بی سی نوشت داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همینی که چند دقیقه پیش دیدیم. بی بی سی در هیچ جا اعلام نکرد، نگفت که داعش به عهده گرفته. برعکس، مثل همه مراکز خبررسانی بین المللی اعلام کرد، دارین میبینین، هیچ گروهی به عهده نگرفته. حالا اینا چرا از بی بی سی نقل کردن؟ الله اعلم فی بطونهم. ولم نمی کنن. حالا که میبینن داعش به عهده نگرفته، میگن رسانه های بیگانه گفتن داعش به عهده گرفته تا ترس در جامعه ایجاد کنن. خیلی جالبه. رئیس اندیشکده راهبردی رسانه و فضای مجازی تریلی نمیکشه این عنوان. ایشون در 24 مرداد، یعنی همین 3 روز گذشته، از این رسوایی نقل از بی بی سی که میگذره، میاد در برنامه تخصصی، واقعا کارشناس فقط مثلا میاد اونجا، کارشناس مثلا تاپ جمهوری اسلامی، رادیو گفتگوی برنامه تخصصی داره، میاد همین غلط رو باز صورت مسئله میکنه تا رو اون فرض غلط پرت و پلاش رو سوار کنه. حسینی دانا، رئیس اندیشکده راهبردی رسانه و فضای مجازی و کارشناس رسانه، درباره اقدام تروریستی اخیر در حرم شاهچراغ شیراز گفت ببخشید، تروریست ها در همکاری با رسانه های مهاجم اتفاقی را رقم میزنند تا بر اساس آن تولید محتوا صورت بگیرد و مردم را گرد اتفاقی جمع کنند. در حمله تروریستی اخیر به حرم شاهچراغ شیراز، رسانه های مهاجم با یک دستپاچگی و رقابتی تلاش بر معرفی عامل این حمله داشتند که بی بی سی فارسی داعش را به عنوان عامل این حادثه تروریستی معرفی کرد. ببینین، یا بچه پررویی مجریان و کارشناسان و برنامه سازان این رسانه های نظام مقدسه که باز همون جعلیات رو تکرار میکنن بدون اینکه اهمیت بدن. آقا اصل قضیه دروغه. تا به قول وزیر تبلیغات هیتلر، از شدت تکرار مردم شاید بپذیرن، یا از جهل هر رو دست هم نگاه کردن بدون یه ذره تحقیق. هر دوش برای یه حکومت واقعا درخشان. باری، از یک شنبه شب تا همین الان که بنده در خدمت شما 10 جور حرف زدم، یک خبر روشن نمیدن. چرا؟ چون شک این هست که باز کار خودشون بوده. هر احتمالی ممکنه، از جمله این که باز میخوان یه عده خارجی رو گروگان بگیرن، همچین مزه کرده بهشون. سردار شریف با بیان اینکه تعدادی از مظنونانی که در حادثه حرم شاهچراغ شیراز مشارکت داشتند دستگیر شدند، تصریح کرد دشمن در حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز اهداف چندگانه ای را مد نظر دارد: اختلاف مذهبی، قومی و ایجاد شکاف بین کشورهای همسایه بخشی از اهداف دشمن زبون است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید مهاجم اصلی در حمله به حرم شاهچراغ شیراز فردی است به نام اسلمیار یا اسلمیار، اهل ولایت بدخشان افغانستان و اصالتا تاجیک تبار. همزمان رئیس کل دادگستری استان فارس
نام او را رحمت الله نوروزوف و تاجیکستانی اعلام کرد، نه افغانستان. سه شنبه 24 مرداد بالاخره گفتن تروریست، چند نفر نبودن، دو نفر نبودن، یه نفر بوده، اسمش هم سلمان اسلم یار، اسم تشکیلاتیش نوروزوفه. حالا اینجوری دارن جمع میکنن، همونی که نشونش دادن دستگیرش کردن اینا. اما خب تنها که نبوده، آمریکا و صهیونیسم بین المللی و همه دشمنان مردم ایران که علیه جمهوری اسلامی انقلاب مهسا راه میندازن، اینا هم دستشن دیگه. فرمانده سپاه فجر استان فارس سه‌شنبه 24 مرداد در نشست خبری گفت تروریستی که به حرم ورود کرده، یعنی وارد شده، تروریستی که به حرم ورود کرده تنها یک فرد نیست، یک عضو یک شبکه است که عقبه آن در کشورهای اسلامی نیست، چنانچه تاکنون بیش از 10 نفر دستگیر شدند. این شبکه بدون تردید به صهیونیسم وصل است و تا چند کشور که مشخص هم هستند ادامه دارد. این خبره آخه، این یه سناریو، خلاصه یک سناریو خبررسانی که چه ارز کنم. یه بار دیگه بخونیم اظهارات فرمانده سپاه استان فارس رو. تروریست عضو یک شبکه است که اولا به کشورهای اسلامی ربطی ندارد، یعنی کشورهای عرب، افغانستان و پاکستان. خب پس داعش نیست. خب یعنی همچین بی سر و صدا، اون سر و صدایی به نقل از بی بی سی، داعش مسئولیت حمله به شاهچراغ به عهده گرفته، معلوم دار. دومین نکته این سناریو، میگن این شبکه بدون تردید به صهیونیسم وصله و عقبش تا چند کشور که مشخص هم هستند امتداد دارد. در واژگان و بیان جمهوری اسلامی صهیونیست و صهیونیست، نه فقط تنها اسرائیل نیست، اسرائیل هست، فقط اون نیست، یه فوش، اصلا فوش. هر کی علیه جمهوری اسلامی و متمایل به غرب باشه میشه صهیونیست در قاموس اینا. میتونه هر کشور و هر گروه و سازمان و روزنامه و اندیشکده و هر کسی باشه. خب پس اینی که گرفتین میگین تاجیک تبار افغانستانی فلان اوف، این صهیونیسته، درسته؟ اینجوری میگین دیگه؟ خب بله قاطی شد که. شما که میگین از کشورهای اسلامی نیستن اعضای این شبکه و امتداد دارن در کشورهای مشخص، که نمیگین کدوم کشورها، پس تروریست تاجیک تبار افغانستانی چیه؟ افغانستان که الان یکی از جنبش‌های اسلامی اصیل منطقه برش حاکمه، چی میخوایم بگیم با این پرت و پلاها؟ بابا چرا در قاموس شما خبررسانی وجود نداره؟ چرا حقیقتو نمیگین؟ قطعا این بار هم یه جای کار بد جوری میلنگه. ببینین در پیمان با این ماجرای آزاد شدن 6 میلیارد دلار و 7 میلیارد اینا، من اول بگم که این همه سر و صدا برای 6 میلیارد دلار پولی که در کره جنوبی بلوکه بود و حالا آزاد شده و روند آزاد شدنش هست و قرار تحت شرایطی به جمهوری اسلامی برسه، این در واقعیت طوفان در فنجون چای است. مختصر از قول روزنامه همیهن در داخل ایران خدمتتون عرض میکنم. 6 میلیارد دلار هیچ گره محکمی از کشور را باز، هیچ گره مهمی از کشور را باز نمی‌کند. کشوری که به قول وزیر نفت آن فقط به 240 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز نیاز دارد، 6 میلیارد دلار هیچ دردی از آن را درمان نمی‌کند. آنچه ده ها برابر از این 6 میلیارد دلار مهمتر است، کاهش ریسک سرمایه گذاری برای حضور سرمایه گذاران در ایران است که اکنون در قعر جدول هستیم. پنجشنبه 19 مرداد آنتونی
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده بابت توافقی که قرار است منجر به آزادی 5 زندانی آمریکایی در ایران شود، تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش نخواهد داد. آقای بلینکن در کنفرانس خبریش خیلی صریح حرف میزنه، برعکس خیلی از وزیر خارجه ها. ازش سوال کردن در رابطه با اینکه قرار 6 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد بشه، آیا این واقعا به طور کامل آزاد میشه؟ ایران کاملا در چگونگی استفاده ازش دستش بازه؟ صریح به خبرنگارا گفت پولای ایران به حساب بانکی محدودی منتقل میشه که فقط جمهوری اسلامی میتونه برای مصرف بشردوستانه ازش استفاده بکنه. Let me be clear about a couple of things, though. In any event, in any respect, Iran will not be receiving any sanctions relief. And in any instance where we would engage in such efforts to bring Americans home from Iran, Iran's own funds would be used and transferred to restricted accounts such that the monies can only be used for humanitarian purposes, which, as you know, is permitted under our sanctions. There's an exemption for humanitarian that's there from the start. ببینین، از وقتی خبر آزادسازی این 6 میلیارد دلار که 7 میلیارد دلار بوده، کره جنوبی گفته دلار رفته بالا شده 6 میلیارد دلار، از وقتی این 6 میلیارد دلار رو در قبال آزادی 5 زندانی آمریکایی دولت آمریکا مجوز آزاد شدنش به کره جنوبی داد، مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی به هم میپرند که چرا، اگه تو جریان باشین دیدین دیگه خبر رو، که چرا دست اون بر خرج کردن باز نیست، اون یکی میگه بازه اما شرایطی داره. فقط یک نفر از اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی همون پنجشنبه که دیدین دید که فیلمشو که وزیر خارجه آمریکا با صراحت موضوع رو مطرح کرد، همون روز در واقع شبش اومد با همون صراحت گفت دستمون بازه برای خرج کردن این 6 میلیارد دلار، و بقیه خبرها و حرفها هم در جا بنده تکذیب میکنم. محمد مرندی پنجشنبه شب 19 مرداد در توییتی نوشت این ادعای نادرست ساخته و پرداخته افراد ناخرسند و عصبانی است. ایران به تمام دارایی های آزاد شده خودش دسترسی کامل و مستقیم دارد و هیچ شرکت قطری در این میان دخیل نیست. بانک های ایرانی کنترل کامل بر این دارایی ها دارند و می توانند بدون هیچ محدودیتی خدمات و کالا خریداری کنند. حناق هم نیست. من میگم بگو هرچی میتونی دروغ بگو. حالا ایشون کی هستن که اینجوری محکم و نستوه و استوار دروغ میگن؟ ببینید تو آمریکا یا هر کشور مقید به قانون بخوای از این شارلاتان بازی در بیاری، از اینجور دروغ بافی، مخصوصا تو مهمترین مسائل سیاست خارجی بکنی، باید بری دادگاه. اینکه چرا این آدم که از طرف خامنه ای مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای بوده از سال 94 تا حالا و اصلا آمریکایی است و زبان انگلیسی را هم خوب میفهمه، چرا این دروغ شاخدار رو میگه؟ پس خودش باید پرسید. کی هست این آقا که هر چی دلش میخواد میگه، هر پاش هم تو رسانه های جمهوری اسلامی منعکس میشه به عنوان دکتر محمد مرندی، همه جا چپ و راست هم تو سی این این و بی بی سی و الجزیره و پرس تی وی باش مصاحبه میکنه؟ نه اینکه این حرف رو روی جهل میزنه، حرفاش ادامه همون سناریوی ده جور حرف زدنه برای اینکه حقیقت ذلت جمهوری اسلامی در برابر طلبهایی که از پول فروش نفت ایران داره دیده نشه. محمد مرندی فقط یکی از نمایه های دروغ در جمهوری اسلامی است، البته یکی از مسئولان مهم سیاست های اساسا برونمرزی جمهوری اسلامی هم هست. بذاریم برای شناختش یک از صحبتشو بشنویم. برگرد، ایران داره هم تو جبهه عراق هشت شعبی رو به وجود میاره و داره اونجا میجنگه، بعد داره تو سوریه کمک میکنه. و جالبه، میخوام بگم چقدر کم لطفان همین هایی که خیلی تبلیغ میکردن علیه، حالا این حرف ها هر روز یه شایبه ایجاد میکنن، همین پیکچر هشت شعبی دوستان خودمون وقتی خوزستان سیل آمد، اینها آمدن ایساگری کردن، بعد اینا
توهین میکردن بهشون که اینا اومدن تو کشور ما چیکار. ولی وقتی که پزشکان بدون مرز 4 نفر رو هشت شب کلی تجهیزات آورد خوزستان، کلی از خودشون مایه گذاشتن، پزشکان بدون مرز می‌خواستن با یه تیم کوچیک بیان ایران، پزشکان بدون مرزی که با منافقین ارتباط تنگاتنگ دارن. بعد وقتی که ایران مانع میشه چون هیچ تأثیری هم ندارن، اینها دادشون بلند میشه. همینطوری میگه دیگه، گفتم که حناق نیست، هدف آگاهی رساندن نیست، هدف فقط سیاست کثیف حاکمه. من درباره هشت و شعبی نه فرصت شده داریم، نه دیگه لازم اصلا درباره اش بگم، ولی درباره پزشکان بدون مرز، اینکه فرمودن با منافقین ارتباط تنگاتنگ دارن، مثلا پزشکان بدون مرز رو بدنام کنن، چند تا آدم هم فرمودن که بیشتر نیستن، هیچ تأثیری هم ندارن. مهمترین سازمان بین المللی شریفترین انسان ها، پزشکان کل کادر بهداشت و درمان که بیش از 45,000 نفرن، در بیش از 70 کشور حضور فعال دارن، اینا هیچی نیستن. سازمان پزشکان بدون مرز، ببینین، اول از سال 1999 جایزه صلح نوبل رو بهش دادن به خاطر تلاش‌های 50 سالش در نجات جان انسان‌ها از بیماری‌های بومی و مصری در مناطق فقیر و نیازمند جهان، فارغ از رنگ و نژاد و عقیده و نمی‌دونم ملیت. و بعد یادتونه 9 نفر از پزشکان بدون مرز فروردین 99 وسط کرونا آمدن ایران، مرکز درمان فوری درست کنن، اخراجشون کردن چون پیشوا به همه و حتی به واکسن کرونا مشکوک بود. همین محمد مرندی و باباش آب بیارا ببر پیشوا بودن در این جنایت. محمد مرندی گلپسر علیرضا مرندی، پزشک مخصوص رهبر جمهوری اسلامی است. علیرضا مرندی چند سالش؟ الان متولد 1318 است در اصفهان. بعد از اینکه سال 1343 خورشیدی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل پزشکی میشه، میره آمریکا دوره تخصصی کودکان رو میگذرونه در دانشگاه پزشکی ویرجینیا، سال 1350 برد تخصصی اطفال و سال 56 برد تخصصی نوزادان رو دریافت میکنه. حالا این آدم شده پزشک مخصوص خامنه‌ای، نمیدونم داستان چه. سال 1158 به قول خودش مطب و خونه و سه تا ماشینش رو میفروشه، با زن و سه تا بچه میاد ایران. دوره نخست وزیری میرحسین موسوی و ریاست جمهوری خامنه‌ای میشه وزیر بهداشت، دوره ریاست جمهوری رفسنجانی وزیر بهداشت بوده، تا رفت آمدش به بیت به قول خودش برای نماز جماعت خوندن پشت سر آقا، مثل که همین مسجد بغلی بوده اینجوری که ایشون مثلا میگه برای نماز جماعت خوندن فقط میرفتم، من مراوده‌ای نداشتم با آقای خامنه‌ای. خب به هر حال رفت آمدش مکرر و دائمی میشه تا با همون برد تخصصی اطفال و نوزادان میشه پزشک مخصوص رهبر جمهوری اسلامی. تقواش بیشتر از علمش بوده دیگه. الانم محرم رازهای پزشکی و درمانی رهبر جمهوری اسلامی است. محمد مرندی، گلپسر علیرضا مرندی، پزشک مخصوص رهبر جمهوری اسلامی، متولد 1366 در ریچموند ایالت ویرجینیای آمریکاست، 58 سالشه، شهروند آمریکاست، یعنی آمریکایی است، هم اینجا به دنیا اومده. وقتی اینا میان ایران 13 سالشه آقای محمد مرندی، خودش میگه تو آمریکا تینیجر بوده دیگه، طرفدار تیم فوتبال آمریکایی دالاس کابوی بوده. ایران هم که میان زبان بلد نبوده اینا، این داستان همیشه این گلپسران آقازاده هان که از خارج میان ایران اینا. به هر حال میره مثلا علوی، سال 65 میره جبهه، مجروح میشه، برش میگردونن تهران، میره انگلیس، دکترای ادبیات انگلیسی میگیره از دانشگاه بیرمنگام انگلیس، برمیگرده ایران میشه دانشیار دانشگاه. یکی از هم دانشکده‌هاش در همین دوره، یعنی در سال 1382 در پایگاه خبری الجزیره خاطراتی از اون نقل کرده که با اجازه ایشون من میخوام بخش از این خاطرات رو فقط براتون بخونم. محمد مرندی یک شبه راه 100 ساله رو طی کرد، دانشیار، یعنی یک درجه پایین‌تر از استاد تمام،
شد و به عضویت هیئت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجه دانشگاه تهران و همچنین هیئت رئیسه دپارتمان انگلیسی این دانشکده درآمد. او امپراتوری مقتدر مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا و سپس نسخه گسترده تر آن مؤسسه مطالعات جهان را با سرمایه مجهول به موازات دانشکده زبان و ادبیات خارجی بنیان گذاشت. جذب دانشجویان این مؤسسه خارج از روال عادی کنکور سراسری و مثل نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بر مبنای گزینش انجام میشد. در این مؤسسه پول زیادی خرج به روز پپاش‌های بسیاری میشد. نیروهای متخصصی که حاضر بودند مخلص حضرت آقا و نظامش بشوند در این مؤسسه پذیرفته شده با بورس‌های کلان دولتی راهی سفرهای خارجی میشدند. امروزه برخی از فعال‌ترین عوامل نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های آمریکا، کانادا و اروپا از دانش آموختگان مؤسسه مرندی هستند. نظرسنجی هایی که گهگداری به نام برخی دانشگاه های آمریکایی در نشریات جریان اصلی عموماً چپگرا منتشر می شود و لابیگران رژیم در غرب آن را در بوق و کرنا می کنند و بعد مطبوعات خود رژیم آنها را انعکاس می دهند و در آن مردم ایران همیشه از جمهوری اسلامی راضی اند و از توسعه طلبی آن در خاورمیانه و درگیری آن با غرب و پیشبرد برنامه اصلی تسلیحاتی آن حمایت می کنند، همه از طریق مؤسسه مرندی در تهران هدایت می شوند. رویداد 24 در 9 دی 1400 نوشت محمد مرندی در دولت ابراهیم رئیسی یک بار دیگر از پستوهای دانشکده جهان در آمده و تحت عنوان مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در وین اظهار نظرهای جنجالی می کند. و اخیراً در یک مصاحبه رسانه‌ای گفته ضرب العجل طرف مقابل ارزشی برای ما ندارد، چرا که حتی اگر به فرض طرف مقابل از برجام خارج شده و مکانیزم معاشه اجرا شود و چند قطعنامه علیه ایران احیا شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینین محصول این آدم و هم نسلاش که به اصطلاح نسل دوم مسئولان جمهوری اسلامی ایران هستند شده است این وضعی که الان داریم میبینیم، هم در سیاست خارجی هم داخلی هم به ویژه در اقتصاد. یکی از هم نسلای همین محمد مرندی که مشهور است به تدوین کننده هم نسل، که میگم جوانتر از اونه ولی توی همین سیستم به اصطلاح نسل دوم جمهوری اسلامی اسمشو میذارم، آقای یاسر جبرائیلی تدوین کننده برنامه اقتصادی دولت رئیسی در جهانبینی همین نگاه محمد مرندی داره، مخالف برجام، مخالف FATF، مخالف هر مصالحه‌ای با جهان، طرفدار توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و البته بزرگ شده زیر عبای ولی فقیه و کتاباش هم که یکی شد نمیدونم دفتر نشر آقای امام خامنه ای چاپ میکنه، یکی دیگه شد انشارات فارس چاپ میکنه. البته ایشون بیش از این که بچه درس خون بوده الان هم جوونه، همچنان اقتصاد خونده، سیاست خونده و تئوری های فاشیستی مذهبی رو تئوریزه میکنه در همون رسالهش که آنلاین هست، میتونین بریم بخونین، رساله دکتراش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ولی با این وجود ایشون بیش از آن که اهل تحقیق و تدبر باشند اهل سیاست و معامله و دلارند. اجازه بدین که بریم خدمت آقای فریبرز کلانتری، ایشون خیلی دقیق‌تر از بنده میدونن. آقای کلانتری خوش آمدید به امشب صفحه آخر. یه پستی شما گذاشتین در کانال تلگرامتون تو این طول هفته گذشته من دیدم و در یوتیوب هست، درباره یاسر جبرائیلی. بفرمایید که این آدم کجا و چگونه کاسب تحریمه که شما به همین دلیل گذاشتین این پست رو. عرض کنم خدمتتون که من برسورتشون یه شناختی داشتم قبلا و اینشون رو من گفتم در اون پست و در اون مطلبم که گذاشتم، گفتم اینا رو من آفتاب راندخار میدونم، در واقع تا راندخار، برای همینم موضوع اصلی من نبوده هیچ وقت برای اون کاری که میکنم برای مبارزه با مفسدین اقتصادی، در واقع ابر مفسدین اقتصادی. اما من یه مدت میدیدم که ایشون همین مواضع شدیدی که دارن بر هر گونه مصالحه با جهان، ادامه تحریم ها، نمیدونم تثبیت نرخ ارز و این به اصطلاح شور بیش از حد ایشون، منو بایدش برم یکم بررسی کنم ببینم چرا ایشون انقدر به اصطلاح
تو این مواضع به این سفت و سختی داره در مورد تحریم، در مورد تثبیت نرخ ارز، در مورد نمیدونم بورس، در مورد هر موضوع اقتصادی که هستش. من دیدم که خب این توی اولا توی 3-4 تا شرکت عضو هیئت مدیره، چند تاش که حالا از قبلم بود، مثل اون توزیع مجتمع پیام‌آوران نشر روز که مربوط به روزنامه جوانه، یا افکارسنجی دانش نوین که مربوط به خبرگزاری فارس بود و اونم پژوهشگاه سیاسی، حالا با این 3 تا کار نداشتم. به یه شرکتی برخوردم خیلی جالب بود، صدر آرمان سپر. یکم این شرکت رو که بررسی کردم، این زیر مجموع این شرکت خیلی مهم بود. یعنی من 4 تا شرکت، در حالی که این صدر آرمان سپر یک شرکت فرهنگی ثبت شده، اما 4 تا شرکت که کارهای بزرگ اقتصادی میکنن زیر مجموع اینن، که خود این یه پیامی داره که حتما این شرکت فرهنگی برای یه پوششیه که اونها بتونن بعدا مثلا فرار مالیاتی کنن در خوشبینانه ترین حالش. اما جالب این که وقتی این شرکت هارم بررسی کردم به نتایج بهتری رسیدم. شما میری وقتی میبینی که زیر مجموعه همین صدر آرمان سپر یه شرکتی بین انرژی گستران متحد، بعد میبینی رئیس هیئت مدیره این شرکت آقای ابوالحسن خاموشیه، نفر اول مافیای پتروشیمی کشور. همین آقای یاسر جبرئیلی مطلب داره علیه آقای ابوالحسن خاموشی و خاندان خاموشی، از این ور میای میبینی که میرن خلوت انگار کار دیگه میکنن، به واسطه با شرکت‌های تو در تو در شرکتی که آقای سید ابوالحسن سید خاموشی رئیس هیئت مدیرش نقش داره. یه شرکت دیگه از سلامت دیوای فارمت رو بررسی کردم، یه مقدار رفتم توی این لیستای شرکت‌هایی که ارز دریافت کردن باز چک کردم، دیدم به به این شرکت سلامت دیوای فارمت هم از اون شرکت‌هایی که از اون خان نعمت غارت ارز ترجیحی، در واقع با اسم رمز ارز ترجیحی غارت 100 میلیارد دلار اموال عمومی کشور سهم داشته. چقدر؟ بس ایشون چقدر؟ این شرکت اونی که تثبیت شد حدود 266,000 یورو، اونی که من سند پیدا کردم، معلوم نشد خیلی بیشتر از این هاست. ما در واقع به یک نوک کوه یخ رسیدیم در مورد ایشون. عرض 4200 گرفتن. 4200 بله، عرض 4200 برای عرض برای دارو دیگه، برای واردات دارو اینا، چون کارش اصلا موضوع فعالیتش داروه. و این عرض 4200 با عرض 28 که الان میگن با ترجیحش فرقی نمیکنه، حالا میگن چون اختلاف شد اینجا الان هم بیشتر شده. بعد اون یه شرکت دیگه ای من پیدا کردم، اندیشه سازان سلامت پارسیان. یکم رفتم باز تو این مناقصات دولتی اینا بررسی کردم، دیگه خب اینجا هم رفته. این شرکت هم یه 56 میلیارد قرارداد دولتی داره با نیروگاه بوشهر و نمیدونم با شرکت نفت و جای مختلف دیگه. از همه جالبتر شرکت صدر دیوای سپر بود. خیلی این جالب بود. اونجا اصلا خود این شرکت که میری ورود که میکنی یه دونه عکس گلدرش از آقای خامنه ای زده، میگه کار ما اینه که اصلا بیایم تسهیل کنیم امور تجارت بین الملل در زمان تحریم ها رو. خیلی شیک و مجلسی میگه کار ما دور زدن تحریمه، دفاتر داریم در خارج از کشور در نقاط مختلف دنیا، کارمون هم دور زدن تحریمه. یعنی قشنگ میشه گفت کاسب تحریم. حالا این یه ذره کلمه شیک و مجلسی تری گفته ما تسهیل میکنیم امور تجارت بین الملل رو در زمان تحریم، که پیشنهاد خوبیه. کاش که با آقای حداد هم میگفتن این کلمه رو به جای کاسب تحریم بیاره توی فرهنگستان ادب فارسی. آقای کلانتری عزیز، ببینید درباره اگر جبرائیلی صحبت دیگه ای ندارین، من میخوام یک مورد دیگر رو ازتون بپرسم، چون این ماجرای چون این یاسر جبرائیلی سال 97 خیلی کارا داشته، تو نمیدونم مجمع تشخیص بوده، خیلی قاب میگیرن اینو دیگه، از 21 سالگیش که میره تو کیهان شایانفر میبردش تا ادامه کار، این تو مجمع تشخیص بوده، تو سپاه بوده، سال 97 مشاور اقتصاد مقاومتی فرمانده کل سپاه پاسداران
دور جعفری، عزیز جعفری. خب کسای دیگه ای هم این پروار شدن از قبل به اصطلاح اقتصاد مقاومتی رهبر و سپاه، اقتصاد مقاومتی رو باید یه بار ما یه برنامه درست حسابی همچین لخمی بذاریم روش که واقعا همین ماجرای دور زدن تحریمی که میگین جزو همین اقتصاد مقاومتیه. قاچاق یکی از چیزهای بسیار مهمه در این اقتصاد مقاومتی. اینا خیلی هاشون پروار شدن در همین زمینه، اومدن کار کردن، تئوری بافی کردن فلان. مثل خود این آقای جبرائیلی که عرض کردم، اصلا شهرتش که میخواستن وزیرش بکنن، فکر کردم وزیر میشه تو دوره رئیسی، این بود که از تدوین کنندگان برنامه اقتصادی رئیسی، بدبختی که امروز حاکم و رئیسی که هیچ خودش چی نمیفهمه که حالا اینا دور برش. یکی از حوزه‌هایی که خیلی مورد علاقه این جماعت بوده همیشه و همچنان هست، این فناوری مثل موبایل، مثلا تلفن همراهه که در خب ایران وجود نداره و از خارج وارد میکنن. خود جمهوری اسلامی میگه بیش از 50 میلیون نفر در ایران موبایل مصرف میکنن. این چه تجارت، چه قاچاق عظیمیه. همون سال 97 که من درس کردم، ایشون آقای جبرائیلی مشاور اقتصاد مقاومتی فرمانده کل سپاه پاسداران بود، یکی گرفتن به اسم سلطان موبایل، احمد پاسدار، فامیلش پاسدار، 12 سال خورده‌ای به زندان دادن. اما اسمش رو همین هفته پیش نگاه میکردم به عنوان مدیر عامل فعال یک شرکت تو تهران دیدم. چی شد اون ماجرا آیه کلانتری عزیز؟ عرض کنم خدمتتون، ببینید این بحثی که شما عرض کردید مثل قشنگ متصل به بحث ارز ترجیحی، یعنی بلایی که ارز ترجیحی سر کشور رو برده. ببینید من خودم شخصا به هیچ وجه مخالف ارز ترجیحی نیستم. اگر این ارز ترجیحی بیاد سر سفره مردم، این برای جاییه که برای یک نظامیه که اونجا اگر چیزی رو میای اختصاص میدی یا چیزی رو میای صلاح دید میبینی توش، اونجا نظارت باشه. اما شما وقتی میای یک چیزی رو اختصاص میدی و انحصار ایجاد میکنی، نظارت هم نداری، طرف هر کاری هم دلش میخواد میکنه، همین افتضاحی که میشه که ادامه میده. این جریان احمد پاسدار یکی از شاخه های ارز ترجیحی، همون 100 میلیارد دلاری که ما میگیم، که در صنعت موبایل به اصطلاح جلوه‌گر شد. ببینید قضیه با دو تا توییت شروع میشه. توییت های آقای آذری جهرمی، اون موقع معاون به اصطلاح وزیر به اصطلاح ارتباطات، ایشون دو تا توییت میزنه، میگه شرکتی هست که 20,000 گوشی با عرض 4200 آورده، 15,000 تا شد یک جا 2,000,000 تومان گرونتر فروخته. دونه ای هر گوشی رو، دونه ای هر گوشی رو 2,000,000 تومان گرونتر فروخت یک جا، 15,000 تا 20,000 تا رو، 5,000 تاشم توی انبارشه. آقای آذری جهرمی بعدم میاد توییت دومو میزنه، شفاف سازی میکنه، میگه اسم این شرکت نودیس پردازه. بعد ما یه چند ماه بعد شاهد دادگاه هستیم، یه آقای رو میارم به نام احمد پاسدار، میگن ایشون مدیر عامل نودیس پردازه. جالب اینه که این آقای احمد پاسدار در اون موقعی که میخوان حتی دعوتش میکنن به دادگاه، خارج از کشورم بوده و دوستانش بهش میگن آقا نرو ایران، میگیرنت. این خبرها اومده و دادگاه و پاسگاه اینا هم در جریانه. ایشون اونجا میگه من میرم، فلانی گفته که هیچ کاری با تو نمیتونم بکنم و حتی هیچ به اون نگاه چپ به اون عضو محترم بدنت هم نمیتونم انجام بدم. حالا این فلانی هم ما یه روزی بازش میکنیم، الان نمیخوایم اون رمزگشایی کنیم. اما جالب اینه که این آقا میاد حتی تو رسانه ها، مثلا مشرق میاد تیتر میزنه میگه که بیشترین عرض ترجیحی رو کی گرفته تو موبایل؟ سارا نیلی به اضافه اسنا. هنوز صحبتی از آقای احمد پاسدار نیست. من برام همون موقع هم ابهام بود، بعد رفتم یکم بررسی کردم. همون موقع بعد که قرار شد اصلا این بحث رو بکنیم، اومدیم یه مقدار بیشتر بررسی کردم ببینم اینا کیان. یک مجموعه از شرکت‌ها در آوردم، از همین آقای احمد پاسدار، از خانم سارا نیلی که فقط تو این شرکت بوده بعدم خارج شده، این خیلی جالبه. منتها رسیدم به
ردی به نام آقای سید علی موسوی، معروف مهدی موش، این تو بازار موبایل بهش میگن مهدی موش، که در واقع نفر اصلی پشت پرده نودیس پردازه این آقای احمد پاسدار، فقط سرفیس در واقع پوشش بوده برای کارهایی که این آقای سید علی موسوی میکرده که همسر خانم سارای نیلیه. همین احمد پاسدار رو آقای سید علی موسوی میبره توی امارات، براش شرکتی ثبت میکنه به نام اینوو الکترونیک، اینوو نام جنرال تریدینگ، یه شرکت اینجوری. و اونجا جالبه که در یه برگه‌ای که ما پیدا کردم، در این برگه زده، یعنی برگه تو ثبت شرکت‌های دبی زده، آقای احمد پاسدار متأ تبعی افغانستان. این هم از اون عجایب ما نفهمیدیم، حالا این ایرانی بوده، هویت افغانی داشته. ببینید سید مهدی موسوی یا سید علی موسوی؟ سید مهدی موسوی. خب بفرمایید. سید مهدی موسوی حتی یه برادری هم داره سید علی. من الان شاید اشتباه گفتم، سید مهدی موسوی. خب و ببخشید سید... داشتین میگفتین آقای پاسدار، بله تبعی افغانستان، یعنی جزء پاسپورت هایی که داره یکیش تبع افغانستان. آره توی خب. اونی که تو دبی زده، توی اون برگ ماره ثبت شرکت های دبی. بله. آقای سید مهدی موسوی در این پرونده سر قرار رشوه به یکی از مدیران سازمان سمت دستگیر میشه. اتفاقا تو جلسه دوم دادگاه نماینده دادستان اینم اعلام میکنه، میگه این مدیران سمت چرا دخالت میکنن در پرونده اینا. آقای صلواتی هم که قاضی هست باز اونجا میتوبه به اون مدیرا، ایشونو سر قرار رشوهی که قرار بوده به این آقا در وزارت سمت، مدیران وزارت سمت بده، سر یه رشوه 2 میلیاردی میگیرن. اما نه از نتیجه تحقیقات معلوم میشه، نه معلوم میشه ایشون دادگاهی میبینه، نه خانومش که اصلا عضو نودیس پرداز بوده و اصلا تیتر رسانه هم از که ایشون بیشترین ارز رو گرفته، نه دادگاه رو میبینن و خارج میشن از کشور. مثل تمام پرونده، ما نمیدونیم کجان الان، سرنوشت نامعلوم. مثل تمام پرونده اقتصادی، من یه موقعی گفتم بگیم، گفتم شما اگر یک پرونده فساد اقتصادی پیدا کنید که یک نفر یا چندین نفر از متهمین پرونده در نرفته باشن، من کلا کار رسانه و مبارزه با فساد اقتصادی رو میذارم. که آقای کلانتری، اون فردی که آخه پشتشون کیه؟ پشتشون یعنی شما 3 نفر رو نام بردین، احمد پاسدار که عکس را اسم و رسمش در رسانه ها بود و دادگاهش هم به اصطلاح رئیس دادگاهش هم قاضی صلواتی بود و 12 سال خورده براش بریدن به خاطر اینکه نمیدونم الان مجموعاً چقدر، هر چقدر حساب بکنیم مثلا 15000 تا موبایل یا 20000 تا موبایل، مثلا هر کدوم دونه 2 میلیون تومان اضافه فروخته باشه، یعنی اضافه گرفته باشه، به این معنی که ارز در رفته و نمیدونم عوارض در رفته، سود حساب شده فلان اینا رو، این جزئیات حالا کاری نداریم، ولی تهش میگیم دونه 2 میلیون. خیلی خوب، مجموعاً این چقدر شده؟ 1-2. غیر از احمد پاسدار، شما خانم سارا نیلی که اصلا سال 94 که این نودیس پرداز به اصطلاح تشکیل میشه و جزو برنامه کارش هم که در روزنامه رسمی هست که نشون دادیم، اصلا واردات موبایل نیست. این سال 97 اضافه میشه بهش، سال 97 اضافه میشه و داشتم اینو گفتم، سال 94 خانم سارا نیلی رئیس هیئت مدیره اساسا وقتی این تشکیل میشه. بله. و بعد همسرش که فرمودین سید مهدی موسوی، هیچ کدوم اینا هیچ اسمی نه در پرونده آمد، نه نمیدونم در اون دادگاه صلواتی معروف آمد، و همین ستان. خب پشتشون کیه که اینا همه قصر در میرن؟ و قصر در رفتن حرف درستی نیست برای دزدی های داخل جمهوری اسلامی، همه دستشون توی کاسه است، همه دست در دست هم دارن. هم دستای اینا کیان و آدمای کلفت پشت سرشون کیه؟ این مهمه.
عرض کنم خدمتتون که این رقمی که میگی شد 15,000 تا 2 میلیون تومان، 20 خورده میلیارد تومان حدوداً میشه که اون موقع میگفتن 26-27 میلیارد تومان، حتی 26 میلیارد تومان موقع خیلی پول بوده. بله. با توجه به قیمت دلار و اینا و دلار شما حساب کنید به رقم میلیون دلاری، یعنی خیلی پول بردن اونجا. اما یه موضوع مهمی که هست که میگید پشت من در مورد پشت پرده اینا هم تحقیق کردم، به نتایجی هم رسیدم، اما شاید الان اگر بگیم که، اما میتونم به صورت اجمال الان بگم یکی از سرداران سپاه پشت این قضیه است. اما الان نمیخوام هویتشو بگم به خاطر اینکه ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم، نه اینکه علاوه رسانه هر روزنامه نگاری من به نتیجه قطعی رسیدم چون تحقیقات لازممو کردم، یعنی اون چیزی که کافیه بگم هست، اما نگفتم به اینه که میخوام این تحقیقات ما شاید به نتایج عمیق‌تری برسن. حتما میگیم، حتما من اسم این آدمو میگیم، شما هم تا شما دعوه، نه من دعوه ندارم که اسم کسی رو قایم کنم، اما واقعیت اینه که ما به یک معنی به یک جنبندی هم به خاطر همین شیادی که این آدم به خاطر آیدی های مختلف، فامیلی های مختلف، پاسپورت های مختلف که واقعا برای من روزنامه نگار حتی خود شما خیلی سخته ما بخوایم اینا رو تطبیق بدیم با این منابع اندکی که دستمونه. ما یه منابع نهایت اوپن سورس اینتلیجنت، یعنی اوسینتی که میگن، همین منابع باز در دسترس رو داریم، هیچ منابع امنیتی اطلاعاتی نداریم که بتونیم قشنگ بررسی کنیم. برای همین فکر میکنم یه کم تعامل بشه، حتما اینم میگم، اما اجمالی میتونم بگم که یکی از سرداران سپاه که نسبت فامیلی داره با خانم سارا نیلی پشت پرده اینه. باز خود سید مهدی موسوی، سارا، احمد پاسدار، اینا همه در واقع همون پوشش این عملیات ارزخواری و اصطلاح ارزخواری در صنعت موبایل بودن. موبایل خب خیلی خیلی مهمه. من فقط یه اشاره بکنم بدون یه دقیقه که وقت داریم که قاچاق موبایل در دهه اواخر دهه 70 خورشیدی، در اوایل دهه 80 که اولین دادگاهش برگزار شد به اصطلاح، حتی که دعوای انقدر سودآور این قاچاق موبایل برای خورد مافیاهای در اون حکومت که این دعواها باعث شد چند وقت یه بار هم بیان یک دادگاهی برگزار میکنن، یکی دوتا رو به اصطلاح یه دوتا مو از ریششون میکنن و بعد یا میفرستنشون خارج که بیان بیرون، یا اینکه برای دستشون از اون بخش قاچاق کوتاه میکنن. دادگاهی که تشکیل شد، اولین دادگاه، اکبر خوشکوش بود، همون قاتل معروف وزارت اطلاعات در دهه 70 و 80 و 60 و 70 و 80 که با برادر زن خامنه ای آقای خجسته در دادگاه اسمش برده شد. نگفتم برادر زن خامنه ای، خودش گفت که آقای خجسته راه باز کرد برای این قاچاق موبایل. تا امروز اینقدر مهم بوده و هست و سودآور. وقت برنامه‌مون اینجا تموم میشه و متاسفانه حالا پرده آخر خواهیم رفت، ولی درباره این موضوع بسیار مهم باز برنامه خواهیم داشت. ممنونم آقای کلانتری ازتون. آشکارا در خدمتتون. بریم پرده آخر. میگم زنی یه جا نشسته رو صندلی مثل تازه مزرونا که هوا سرده، یعنی ساعتی یه ساعتی نمی پاشد رفت، الان هنوز جاش گرمه. میگن مرد نامحرم کراهت داره تا این گرمه بنشینه مگر سرد بشه. کراهت داره مرد به زن سلام کنه با اینکه سلام مستحبه، مخصوصا زن جوان. چرا؟ چون زن واجب جواب بده، اون وقت ممکنه از صداش خوشت بیاد. تازه میخواستی سن را سی شای کاسه بی ثواب بکنی، رفتی تو 2 میلیارد گناه کبیره. جوریستا ترس حضرت علی فرمون من به زن جوان سلام نمی کنم. شب روزگار خوش.